موقعی که من داشتم این ویلاگو براتون میگرفتم یادم رفته بود از هولم که سلام کنم، علیک کنم، مقدمه بگم، اصلا بگم تو این ویلاگ چه خبره و چه اتفاقی قرار بیفته و اصلا چی شد که اینجوری شد. برای همین موقعی ادیت که هو دیدم چرا این ویلاگ انگار از وسط شروع میشه، گفتم وب نداره، میام میشینم این تیکر رو جدا میگیرم به ویلاگ بس میکنم. برای همینه که الان میبینین این شکلی ام و هیچ ربطی به بقیه ویلاگ ندارم و این حرفا. این کلاهی هم که گذاشتم به خاطر اینکه موهام خیلی بده، دلیل دیگه ای نداره. آقا خیلی اصلا نمیدونن که چی شد که من رفتم ناسا، اصلا پروسش چی بود، داستان چی بود، ناسا منو دعوت کرد، من خودم رو دعوت کردم، من بلیط خریدم اصلا رفتم ناسا، بعد الکی گفتم منو دعوت کردن، یا کلا چی و اینا، و اصلا من کجا ناسا کجا. الان براتون میگم. چند وقت پیش، یعنی همون قبل از این که مثلا این اتفاق بیفته، من یه روز همینجوری نشسته بودم رو مبل، داشتم دایرکتامو میخوندم، یه دونه دایرکتو باز کردم، دیدم نوشته که وایس صدف، نمیدونی ناسا توی توییتر یه اپلیکیشنی گذاشته، یعنی توی توییتر خبرشو گذاشته که ما داریم اپلیکیشن میگیریم از اینفلوئنسرها و میخوایم، حالا دقیق یادم نیست عددش چقدر بود، 30 تا یا 40 تا اینا اینفلوئنسر رو انتخاب کنیم که اینا رو دعوت کنیم بیان فلوریدا و هم لانچ راکت بعدیمون رو از نزدیک ببینن، هم توی خود ناسا تور بهشون بدیم، با دانشمندامون ملاقات کنن ببیننشون، خیلی مثلا اطلاعات بگیرن، آزمایشگاهامون رو ببینن، مثلا اینجور چیزا. بعد من همینجوری که داشتم دایرکتشو میخوندم، مثلا یه پوزخندی به خودم زدم که مثلا حالا تو فرض کن که خانم صدف، تو رفتی اپلای هم کردی، حالا مگه میان تو رو انتخاب کنن؟ مثلا وقت خودتو تلف نکن خواهر من. هیچی، من قشنگ در کمال ناامیدی و با یه همچین پوزخند بامزه‌ای هم به خودم این دایرکتو بستم و رفتم. یه چند روز گذشت و پیش خودم فکر کردم، گفتم که حالا مثلا یه اپلیکیشن پر کردن مگه چی کار داره برا من، بذار برم پرش کنم، حالا فوقش اینه که قبول نمی کنن دیگه، مثلا اتفاقی نمیفته. خلاصه رفتم تو توییتر ناسا گشتم، پیدا کردم اون لینکشو، رفتم نشستم شروع کردم به پر کردن اپلیکیشن. ببین حالا اپلیکیشن رو نگم براتون که مثلا چی بود، انگار که مثلا میخوای تو بری چی بگم، اصلا نمیدونم کجا بری، بری مثلا ملاقات رئیس جمهور. ببین همه تا جد و آباد منو پرسیدن، اولا که خب کجا به دنیا اومدی، آدرست کجا بوده، تو ایران مدرسه هایی که رفتی تمامو با اسم آدرس بنویس، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، اینجا کدوم مدرسه ها رفتی، دانشگاه کجا رفتی، نمیدونم مدرک چیه، بابات کیه، مامانت کیه، اصلا ببین همه چیز منو پرسیدن. یعنی ببین اصلا یه سوالایی که واقعا مثلا سوالای امنیتی که مثلا واقعا هیچ جز دادن نمیپرسن. بعد سوشال سکیوریتی هم حتی ازم پرسید واسه اینکه بک گراوند چک بشه. این سوشال سکیوریتی حالا واسه کسایی که آمریکا نیستن یه عددیه که تمام اطلاعات شهروندی شما اون توه و شما این شماره رو به هیچ کس نمیگی، مثلا مگر مواقع خاص که میخوای چه میدونم وامی بگیری، میخوای شغلی اپلای کنی، اگه بخوام بک گراوند چکت کنن ازت بگیرن و اینا، کلا خیلی چیز سیکرتیه دیگه. خلاصه یک عالمه از من سوال کرد و اینا، بعد آخر سرش هم یه مثلا صفحه خالی بود که گفت بنویس که اصلا تو چرا فکر میکنی که ما بعد تو رو انتخاب کنیم و اینا. دیگه من نشستم مثلا دیگه هرچی بود، یعنی واقعا راستشو نوشتم دیگه، گفتم خب من مثلا بلاگرم، من دو تا پیج تو اینستاگرام دارم، تو یوتیوب هستم، ولاگ درست میکنم، دیارشی درست میکنم، استوری خیلی میذارم و کلا مثلا سیستم من اینه. البته من هیچ ربطی به مثلا ناسا و فضا و فضا نبردی و اینا ندارم، ولی خب خیلی تجربه باحالی میشه اگه من بتونم بیام و قطعا هم میدونم که مثلا فالوورام هم خیلی مثلا خوششون خواهد آمد. خلاصه من این اپلیکیشن رو فرستادم و رفت و گفته بود مثلا تا فلان روز بهتون خبر میدیم که کیا رو انتخاب میکنیم. بعد نوشته بود که پروسش چجوریه، پروسش قرعه کشی و اینا نبود از بین کسایی که اپلای کرده بودن، نوشته بود دونه دونه میشینن اپلیکیشن ها رو ریویو میکنن، بعد از بین تمام اپلیکیشن که گرفتن اون 30 نفر حالا یا 40 نفر انتخاب میکنن و بهشون ایمیل میدن که حالا قبول شدن. من داشتم یه دفعه
رانندگی میکردم، توی اتوبانم بودم، توندم میرفتم، همین چند روز بعد از این داستان. بعد موبایلم همینجوری اینطوری روی صندلی کنارم بود، همینجوری داشتم میرفتم یهو موبایلم دینگ کرد، یه دونه ایمیل اومد. من همینجوری گوشه چشم اینجوری بهش مثلا انداختم و اینا، دیدم توی تایتلش نوشته ناسا. اصلا ببین یهوی خوشگم زد پشت فرمون، همینجوری داشتم میرفتم هی اینجوری کلام میکشن که مثلا نگاه کنم ببینم چیه، چون خب سرعتم زیاد بود نمیتونستم خیلی مثلا نگاه کنم و اینا. دیدم نوشته که your application is approved، دیگه بقیهش رو مثلا نتونستم درست بخونم دیگه. ببین اصلا من همچین شوکه شده بودم، چون واقعا در کمال ناباوری من این اپلیکیشن رو فرستاده بودم که همونجا این ریختی برداشتم این چیزه رو، ایمیل رو فرستادم واسه علی. بعد بهش زنگ زدم گفتم که علی ایمیل برات فرستادم، من الان پشت فرمونم نمیتونم اینو بخونم، فقط تو اینو نگاه کن ببین این واقعیه، مثلا اسکم نباشه، الکی نباشه، اصلا ننوشته باشه که مثلا شما اپروف نشدی، من اشتباه نخونده باشم این حرفا، بعد به من زنگ بزن نتیجهشو بگو. بعد همونجوری که داشتم میرفتم مثلا چند دقیقه بعد علی زنگ زد گفت آقا شیرینی بده ناپلئونی رو بیارین و تو رو قبولت کردن. ببین عشق تو چشم من جمع نشد دختر. ببین من همونجوری که داشتم میرفتم، حالا فکر کنم تو اون سرعت 120 سرعت داشتم میرفتم، عشق تو چشم جمع شده، هیچ جا رو نمیبینم اصلا. بعد احساساتی شدم، حالا هیام به خودم میگم که حالا تو چت هست خیلی خوب، حالا مثلا جمع کن تو. خلاصه دیگه خیلی روز باحالی بود، یعنی واقعا اصلا یه حس خیلی عجیبی داشتم دیگه. خلاصه به مامانم زنگ زدم، به دوستام زنگ زدم، به سارا زنگ زدم، همه زنگ زدم که تو فکر کنی خبر من دادم. متو از اونجایی که توی ایمیلش هم 10 جا نوشته بود که این لانچ به خاطر آب و هوا، به خاطر مشکلات فنی، به خاطر هزار تا دلیل دیگه ممکنه کنسل بشه، عقب بیفته یا هر اتفاق دیگه بیفته، شما اینو در نظر داشته باشین که حالا میخواین کاری اگه دارین کنسل کنین یا فلان، ما گارانتی نمی‌کنیم اون تاریخی بهتون میدیم همون تاریخ بمونه، که همین هم شد، یه بار کنسل کردن انداختن چند روز عقب‌ترش. خلاصه واسه همین من دیگه تو اینستاگرام و اینا چون واسم تجربه شده بود، اونایی که میدونن چی میگم دیگه، من اصلا صداشو در نیاوردم، گفتم آقا بذار من تا پامو نذارم تو این ناسا من اینو اعلام نمیکنم که مثلا چی شده و اینا. دیگه هیچی، ما پاشدیم رفتیم و علی با من اومد فلوریدا و ما رفتیم شهر اورلندو. ناسا توی یه شهریه که خیلی نزدیک به شهر اورلندو توی فلوریدا. بعد خود ناسا که خب مثل یه شهر میمونه خودش، یعنی جایی که توش کار انجام میشه، یه جایی دیگه داره که مثلا نزدیک باز خود ناسایی که اون مثل حالت موزه است، مثل جایی که بچه ها میبرن گردش علمی، نمیدونم همه میتونن بلیت بخرن برن، جای عمومیه، جای باحالیه، مثلا جای تفریحی علمیه. اونجا رو با علی رفتم، حالا توی ولاگ میبینید که یه نصف روز به ما چون مثلا خالی داده بودن گفتن که میتونین برین از این موزهمون ببینین با هر کی که دوست دارین و اینا. بقیه جاهاش دیگه توی خود ناسا، مثلا ویکل اسمبلی بیلدینگ، اون بیلدینگ اون ساختمونیه که برای میشن آپولو درستش کردن و تمام راکت‌ها رو اونجا سرهم میکنن. توی بقیه ساختموناشون، آزمایشگاهاشون رفتیم، اومدن کلی برامون توضیح دادن برای مثلا خیلی از کارهایی که میکنن. هم رفتیم خود راکت رو از نزدیک دیدیم، هم شبش رفتیم لانچ شدنش رو دیدیم و فیلم گرفتم. البته فقط آخرشون فیلمای خودم یکم تار شده بود و خیلی تاریک بود و اینا، از فوتجای خود ناسا هم استفاده کردم که دیگه بتونین کامل ببینین دیگه. امیدوارم از این ولاگ خوشتون بیاد. بزن بریم. ادای سامی رو در بردم فکر کنم اینجا ناخواسته از رو سامی اسکی رفتم. خب توی این قسمت جاییه که تحقیق میکنن واسه رشد دادن گیاهای مختلف تو فضا و کلی مثلا نمونه های مختلف و فضاهای مختلف درست کردن توی این چمبرا که توی هر کدوم یه اتفاقی میفته که بتونن ببینن چه جوری میتونن تو فضا گیاه رشد بدن. خیلی جالبه، ولی با این همه تکنولوژی و این همه تحقیقی که هنوز کردن 100% نشده که بتونن توی فضا کاملا موفقیت آمیز این کارو انجام بدن. اینجا دیگه کلی برامون توضیح دادن که چجوری دارن این کارو میکنن، خیلی از نظر هم فیزیکی هم از نظر مثلا علم کشاورزی یه سری چیزا رو باید بهش دست پیدا کنن. و جالبه به خاطر اینکه خب نمیتونن یه آدم کشاورز رو بفرستن فضا، باید یه کاری بکنن که همه چی اتوماتیک اونجا انجام شه و یه جوری باشه که اون فضا نوردا بتونن خودشون اون کارو انجام بدن. Probably all you guys know that from the beginning of the space program to today, the food system that the astronaut eats has always been something that's been shipped up from the ground. They've never had to rely on any supplemental nutrition other than vitamins that may have been sent with them. Why that doesn't work for the future is as we start going further and further away from Earth, we have several things happen. Our ability to supply logistical mass to those longer distance places becomes much more of a challenge, much more costly, and the time it takes to supply that food to places like Mars
can be a significant amount of time. So it may be that for missions beyond 3 years, what I'm looking at is a degradation in key vitamins and nutrients that are stored within that prepackaged food. We're even talking about the possibility of, for missions to Mars, having to pre-stage food on Mars. And that means potentially launching something well before the crews actually leave and depart. So it might have to be good for 5 years. So that's where crops come in. We can grow crops along the way. We can target key nutrients that start degrading in the food system to give them the extra nutrition that they'll need, especially at the end of a 3-year mission when things, they've been gone in microgravity and partial gravity for 3 years. That's when the food is going to have the least efficacy in certain key areas, and that's when they're going to need what we can supply the most. And how do we do that? Today we do it in 2 ways. First, we're trying to see how is it that plants behave in the microgravity environment, how reliably can I grow them, and where are the challenges when it comes to that? I have both hardware challenges and I have biology challenges. First of all, the kind of plants that we select have to meet these nutritional targets. They can't be big, sprawling things that require a lot of resources, because that's just something else I have to send up. So we're trying to identify specific cultivars that meet the nutritional goals and also provide the most edible biomass and can do it reliably, taking up the least space. هم به خاطر غذا، هم به خاطر چیز روانیشه، به خاطر اینکه شما وقتی که میری فضا، شما نه غذا نورده، وقتی که میرن فضا هر چیزی که تا امروز اونجا داشتن برای خوردن از زمین اومده و الان دیگه وقتشه که به یه جایی برسه که بتونن اونجا خودشون غذای خودشون رو رشد بدن و بخورن. و یه داستان دیگه هم که وجود داره اینه که مثلا وقتی که بخوام برن چه میدونم بخوام برن مریخ، اونجا بمونن انقدر فاصله زیاده تا زمین که اصلا دیگه امکانش نیست که بخوان از اینجا غذا برشون بفرستن. و تاریخ انقضای غذاهایی هم که از زمین میره که هنوز اون ارزش غذایشون حفظ شه 3 ساله و بعد از اون دیگه مثلا فایده نداره و خراب میشن. واسه همین مهمه که بتونن اونجا خودشون. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که واسه این که اونجا یه کار مثلا بامزه‌ای داشته باشن که فضانوردا بکنن و خاطرشون سر نره و یه کار جالبی بکنن از نظر روانی بهشون کمک کنه، همین مثلا کاشتن گیاه مواظبت ازش نمیدونم کاری مثلا این مدلیه. و جالب تر از همه اینه که بین چون اونجا خب غذاهایی که میخورن غذاهایی ما نیست که حالا فکر کنی خیلی خوشمزه باشه، این آپشن رو بهشون دادن که یا واسه غذاشون رشد بدن یا گلی که مثلا فقط به درد خوشگلی میخوره. و بیشترشون گل رو انتخاب کردن به خاطر اینکه از نظر روانی بهشون بیشتر کمک میکنه، اونو بیشتر دوست داشتن تا اینکه گیاهی رو رشد بدن که بتونن بخورن. This camera is what we call a line scan camera. It only does about, I'm going to reach in real fast. And if you want to take turns walking in, you can look. آقا جان به زودی ما رو توی تلویزیون ناسا میتونیم ببینیم اگر بخواییم. ما الان داریم میریم اینجا که یه جلسه 1.5 ساعته یه بریفینگ در مورد این لانچ که حالا من یه کوچولوشو بیشتر میخوام بگیرم ولی همش رو به صورت لایف توی تلویزیون ناسا نشون میده. Welcome Dr. Mike Roberts, who is the interim chief scientist from the ISS National Lab. Thank you, Jennifer. Welcome to Kennedy Space Center. Is everyone excited about an on-time launch late tomorrow night? Yeah. As Jennifer introduced you, there is a lot of science that is poised in the nose of the rocket, ready to go up. As Jennifer mentioned, I'm the chief scientist with the International Space Station National Laboratory. The focus of our research portfolio complements that of NASA, but is slightly different. We focus on sponsoring research and technology development in space that has direct Earth benefit. So a lot of the breadth of different payloads and science investigations that are going up that Jennifer introduced are sponsored by the ISS National Lab. And you'll hear more from the investigators who are leading those investigations at the end of
سلام علیکم، به روز دوم از ولاگ ناسا خوش اومدین. سلام، امیدوارم خوب باشین. من امروز اومدم دیگه، من دعوت کردن که گفتن آقا شما حتما باید بیای به عنوان مغز افتخاری. به هر حال ناسا و اینا، منم اومدم یه بازدیدی بکنم از اینجا. آره، امروز به ما گفته بودن که، یعنی تو برنامه نوشته بود از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر میتونیم بیایم خودمون این قسمت حالت مثل موزه و توریستی توری ناسا که مثلا عمومیه، همه میتونن برن، اینو بیایم ببینیم. بعدم پرسیدم گفتم میشه مهمون بیاریم، گفت آره اصلا یه میتونن برن. در نتیجه دیگه علی هم با من اومد. حالا من تیکت ندارم، صدف تیکت داره، من باید برم تیکت بگیرم. حالا یه سری اطلاعات بدم راجع به این راکت هایی که اینجا گذاشتن. ما اول که اومدیم فکر کردیم اینا همه ماکت هست، ولی بعد فهمیدیم که اینا همشون راکت های واقعی هست. فقط این یه دونه، این نقره‌ایه که از همه کوچیک‌تره، که روش خطای مشکی داره. اسمش هست جونو 1. اون اولین راکتی بود که آمریکا فرستاد فضا و اون موقع 31 ژانویه 1957 بود که اصلا موقع ناسا وجود نداشت و اونو خود ارتش آمریکا فرستاد. و تازه جولای، یعنی 6 ماه بعد، جولای 1957 موقعی بود که ناسا افتتاح شد و تازه اکتبر همون سال، یعنی دوباره باز مثلا چند ماه بعدش شروع به کار کرد به صورت رسمی ناسا. بله سفیدست که روش نوشته ناسا، اون اسمش هست جونو شماره 2 که اون اولین باری بود که یه راکتی که فرستادن سرش که پایونیر 4 بود اسمش، اینو با هم رفتن و از ماه رد شدن، رسیدن به مدار خورشید و اون پایونیر 4 رو گذاشت رو مدار خورشید که بچرخه و اولین باری بود که یه چیزی تونست اطلاعات برگردونه به زمین. چه سالی این کار اتفاق افتاد؟ 1958. و تا اون موقع اصلا امکان رابطه برقرار کردن نبود مثلا با فضا، یعنی 60-70 سال پیش. آره اون بود. بعد یه چیز جالب دیگه هم همین این نقره ای است که گفتم این ماکتشه، که توی آمریکا این اولین بود که آدم رو فرستاد به فضا. قبل از اون مثلا روسیه آدم فرستاده. چجوری میفرستادن آخه؟ یه کپسول اونجا، این اون کپسول مشکی رو، یه دونه فقط فضا نورد توش جا میشده که اون تو به صورت خوابیده بود. ببین کپسوله بعد من دیدم بالاشو، ببینید بالاش چیزای مشکی که هست اونا کپسولاست، یعنی آخرین قسمتیه که این راکتا دارن، این کپسولایی که آدم میشینه اون تو و چای میزنه تا برسه زمین. 9 ساعت یا 34 ساعت هم این سفر طول کشیده که تا اون موقع طولانی ترین سفر فضایی آدم شه. جاییه که 3 تا فضانورد توش جا می شده که فقط بتونن بخوابن، یعنی اینقدر توش کوچولوه که اومدن یه ماکت ازش رو کردن نشون بدن که چه جوری ملت تو فضانورد رو می خوابیدن. از اینطوری که بچه رفته نه برعکس، در عکس باش به سمت اونی باشه که مثل پشت سرده اینجوری می خوابیدن. چرا چاقالوس می گرفتن تا برگرد؟ چاقالوس چه میدونی چقدر هم باید اون تو میموندن اینجوری؟ کمک میخوای؟ کلت رو بکن. این هم از آپولو. آپولو با استار وارز جنگ ستارگان قاطی کرده. اینجا که اومدیم مثل یه حالت سینما
سینما سبودیه که البته هنوز نرفتیم، ولی بزرگای ناسا و کسایی که خدمت کردن خدمت های مثلا خیلی بزرگ کردن تو بهمونشون همتا نمیشه فیلم گرفت چون چیزه سبودیه اتاق کنترله ماره خیلی وقت پیشه. خب الان قطعا پیشرفته تر از اینه، ولی همچین حالتی داشته که تو این فیلم ها و اینا معمولا میبینین. اینم صدف خانومه که منو کنترل میکنه، بیشتر اتاق کنترل منه. آقا من در کل کنترل تو چیزه متحرکه. در کل یه چیزی من باید بگم، واقعا این جایی که ما رفتیم Legends and Heroes نشون داد که اینا چیکار کردن، چه جوری شد حالت 3D درست کرده بودن که مثلا فیلم سبودی که میشه درک کرد که دقیقاً چه اتفاقایی میفته و فلان. حالا دیتیل که نگفتن انقدر جزئیاتو، ولی واقعا این روندی که به نظرم بشر داره پیش میره، من فکر میکنم ستاره ها رو همه رو یه روز بهشون میرسه. حالا نمیدونم به چه صورتی، البته خودشو منقرض نکنه و فلان اینا، چون امیدوارم بکنه ایشون، ما امیدواره. ولی این مغز بشر با اینکه کوچیکه، ولی اونجا اصلا نشون میده کجاها داره میره. واقعا اون جالبه به نظرم. اگه اومدین اینجا حتما اون هیروز Legends and Heroes رو برید، خیلی جالبه. این یه موجود فضاییه که اینجا داره گزارش تهیه میکنه. اینم همون چیز روور کنجکاویه به قول معروف یا کیوریوسیتی که روی مریخ الان داره تحقیق میکنه، خیلی هم جالبه. و این ماکتشه که ساختن، از دور بگیرم که معلوم شه همش یه همچین ابعادی رو داره. خب یه چیز خیلی باحال الان دیدم، این قراره ماشین اصلی فضانوردایی باشه که میرن کره مریخ. ببینین چه ریختیه، خیلی هم خوشگل ساختنش. اتفاقا بذار نزدیک نشون بدم، پلاستیکاشه و تشکیلاتشه و خیلی باحاله. سیستم داره، ساب بوفه رو اینا احتمالا میذارم بچه اونجا حال کنن. این هم از جلوه، شیشه ها رو دودی کرده، خلاصه قالب ها خورشیدی. ما بعد از علی خدافظی کنیم، ما رو پیچوندن، نسبه روز خوبی رو با هم داشتیم دیگه. از اون اسپیس سنتر اومدیم بیرون و من الان دوباره اینجا باید برم با گروه سوار اتوبوس میشیم و میریم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم میبرن توی خود لانچ پد، یعنی اونجایی که خود بگو راکتو میفرستن بالا، همونجا، یعنی همونجا جایی که امروز هر آتیش کنن میبرن. قبلش مثل چارشنبه سوری بود، قبلش میرفتیم میدیدیم آقا همه چی رو دارد. چون موقع خودلاش خب خیلی بد دورتر بایستی دیگه، خطرناکه، جلو که کسی نمیره. ولی حالا شاید فکر کنم برم اونجا رو، حالا بریم ببینیم چی کار کنم دیگه. خلاصه شما خدا بزنید. ببین اینجا توی محوطه خود ناسا اینو میبینی، لونه عقابه که میگن 50 سال اینجاست و هنوز هم که هنوز عقابا میان ازش استفاده میکنن موقعی که مثلا میخوان بچه دار بشن و اینا. این ساختمونی که اینجا میبینید ساختمونیه که برای آپولو درست کردن و از اون موقع دیگه اینجا هست و تمام راکت ها و فضاپیماهایی که میخوان بفرستن فضا اینجا سرهمش میکنن. ببین اینجا سقف اوله، همینجور که میره جلوتر سقف میره بالاتر. کلن قد ساختمون حدود 530 فیته. باید ببینیم به متر چقدر میشه، بعدم باید حساب کنم. میگن روی سقف اینجا وقتی که میری هنوز تیراهنا به صورت عمودی وجود دارن که اگر بازم خواستن ببرن بالا سقفو بتونن. هنوز احتیاج نشد این کار بکنن، ولی خب این آپشنو دارن.
این قسمت جاییه که به صورت تمرینی اینا رو روی هم دیگه سوار میکنن که دیگه وقتی به قسمت واقعیش میرسه بدون خطا باشه. این قسمت هم همچنان برم جلو میبینه، سقفش هنوز خیلی بلنده و مثلا کلی کار اینجام انجام میشه. ته سالن سمت چپشه این اتفاق، این خود سالن اصلیه که الان دیدیم و اومدیم ازش. الان اینجایی که ما هستیم لانچ پد 39 بی ناسا که اینجا رو برای لانچ کردن آپولو ساختن و آپولو 10 از اینجا لانچ شد. اینجایی هم که میبینین این زیر برای آتیشه، از زیر چیز میاد، از زیر راکت میاد بیرون موقع تیک آف. آپولو و شاتل we should have done some refurbishment of the flame trench. After the shuttle program, when we started rebuilding this pad, we removed all of the brick on the walls. When we started rebricking, we only put brick on the north side because unlike Apollo and shuttle, in this program, all exhaust will go to the north. In Apollo, the rocket sat right above the flame deflector and you split the exhaust in both directions. In shuttle, your boosters and your main engines were offset. Solid rocket booster exhaust went north, main engine exhaust went south. And this one, everything's in line. ببین راکت اینجا قرار میگیره تقریبا. نمیبینی؟ نم زیرشه. When we redid the brick on the side, we used 96,000 brick just to do the north side of the flight track. اینی که اینجا میبینین آسانسوره، دقیقاً کنار جایی که راکت لانچ میشه. قبلا این آسانسور روش اینبری بود، الان درش دقیقا پشتشه. قبلا که روش اینبری بود وقتی که اگر راکت رو لانچ میکردن خاطر اون قدرتی که از تیک آف این راکت به دور و برش وارد میشد، این درهای آسانسور رو به رو به تو فشار داده میشد. ولی الان گفتن سخت ترین کاری که داشتن معمولا بعد از این که راکت رفته بود این بود که در این آسانسور رو درست کنن. بعد آخر سر به این نتیجه رسیدن که خب بابا ما اگه این آسانسور رو برعکس درست کنیم که درش پشت به تمام این سیستم که اینجا اتفاق میفته باشه، دیگه ما اصلا قد دیگه در بسر نداریم که بخوام هدف این درش رو بکشیم بیرون. ما الان کجا بودیم؟ اون بالا. الان کجاییم؟ این پایین. دقیقا همونه که بهتون نشون دادم. One is the PTCR, the pad, prevalent mutation. Oh, yeah. All of the signals coming from the rocket. Are we going to another launch pad? Because if we can, I might not be ready. این توپ قرمزه که میبینین وقتی اینجا میذارن کشتیایی که دارن از دریایی که اون روبروی رد میشن میفهمن که یه لانچ قراره اتفاق بیفته امشب یا امروز. Oh.
الان دیگه فکر کنم میتونم بگم هیجان انگیز ترین قسمت کل این سفر تا الان اینجاست. این ایشون بهتره بگم، باید با احترام با ایشون صحبت کنی، سپیس اکس فالکون 9 که سرش رو اگر نگاه کنید این سرش کارگوی دراگنه که داره ساپلای و ساینس و همه اینا رو میبره فضا و امشب قرار لانچ بشه. ما الان اومدیم اینجایی که دیگه الان هستیم، نزدیکترین جایی که میشه قبل از لانچ بهش نزدیک شد، ولی دیگه موقع لانچ باید خیلی بریم دورتر، اصلا اینجا دیگه سیف نیست که کسی بیاد، ولی خب خیلی هیجان انگیزه که انقدر داریم از نزدیک میبینیمش. حالا یه چیزی که این وسط خیلی خوشحالی داره میدونی چیه؟ اینه که این راکت از وقتی که از زمین بلند میشه 8 دقیقه بعد میشینه رو زمین، یعنی 8 دقیقه طول میکشه که بلند شه بره، سرش ازش جدا شه که قسمت کارگو دراگن اونو میفرسته بره به سلامتی به همراه خدا و خودش دوباره بر میگرده رو به زمین، 8 دقیقه بعد رو زمین همینجوری رو پاهاش فرود میاد. خب دیگه وقت رفتنه، فعلا باهاش خدافظی کنیم تا شب دوباره برمیگردیم دیگه واقعا باهاش خدافظی کنیم، حداقل با کلش خودش که برمیگرده. ولی الان اینجا دیگه ساعت 6 بعد از ظهر، ما برمیگردیم میریم هتلمون یه ذره استراحت میکنیم، دوباره ساعت 10 شب برمیگردیم که واسه لانچ ساعت 12 آماده باشیم. وقتشه رفتن، وقتشه. آقا ما داریم میریم، ایشون داره میره، علی منو میذاره کهکشان ها رو دوباره دم سرویسمون و خودت میری. با ماهی بهش میام تو رو خودت هم بیا برو از یه جایی که مثلا چون میدونی کسایی که میخوره منو، نه کسایی که اینجا زندگی میکنن میگن هر موقع که ناسا یه راکتی چیزی لانچ میکنه کل شهر روشن میشه اون لحظه، یعنی انقدر، یعنی اون آسمون و پنجره ها شیشه ها میلرزه، خیلی مثل اینکه چیز مثلا بزرگ و خفنی از هر جا باشی. واسه همین همینجا هم اگه مثلا بری یه جایی که دید داره علی میتونه ببینه. میگم برو بابا تو یارو میگه برو کنار اتوبان، اینجا اتوباناش کنارش همیشه یه نهره که توش تمساه فلوریدا. میتونی تو ماشین من ممکنه نشسته باشم یه تمسا گازم بگیره. خب آقا ما رسیدیم اینجا و اوپ سوری ایت ایز لایک ا فلش این مای آیز آی کانت سی انیثینگ. خب آقا ما رسیدیم اینجایی که میتونیم ازش لانچو ببینیم، دقیقاً روبروی منه یه دریاچه، الان روبروی ماه اونورش راکته. ما الان تقریباً یه ساعتی زودتر رسیدیم دیگه، بچه‌ها دارن اینجا همینجوری که میبینین همه دوربیناشون رو ستاپ میکنن و کاراشون رو میکنن تا دیگه موقعش بشه و فیلم بگیریم. فقط دعا کنید خوب از آب در بیاد، درست حسابی همه چی خوب بگیره. 3 دقیقه مونده. جالب بهتون بگم قبل از اینکه شروع بشه، تازه نیم ساعت قبل از زمان لانچ سوخت میزنن به راکت، قبلترش نمیزنن به خاطر اینکه خطرناکه، فقط نیم ساعت قبلترش شروع کنن به سوخت گیری و بعد چه بودی گرفته دختر. او فکر کردم میگه 10. او مای گاد. بچه ها حواستون به صدا باشه. I'm sure there's a camera on it and it can probably find it on NASA.
هنوز قابل دیدنه، هنوز داریم میبینینش. خدایا چقدر خفنه، چقدر الان توی دوربینا مثل نقطه شده، ولی اون چیزی که من دارم میبینم چون خیلی نور کمی رو نمیتونم بگیرن، ولی اون چیزی که من دارم میبینم مثل یه گله آتیشه که آتیش هم دنباله داره، همجور داره میره دیگه. کم کم اینجا جدا شد از اون چیز، کارگوی سرش جدا شد، دراگن از فالکون 9 جدا شد. می‌بینین یه چیزی داره میاد پایین، یه چیزی داره میره بالا. اونی که داره میره بالا دیگه کارگوئه که تقریبا دیگه الان قابل دیدن نیست، ولی اونی که داره میاد پایین خود فالکون 9 که راکتیه که الان داره برمیگرده که دوباره بشینه توی لانچ پد. فعلا دیگه انقدر تاریک و سه کوچولو دیگه چیزی فعلا ازش مشخص نیست. 3 دقیقه دیگه موقع نشستنش، اینش جالبه چون راکت تا حالا خیلی فرستاده شده، ولی اینی که به این تکنولوژی دست پیدا کردن که میتونن عمودی دوباره بشوننش زمین، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فقط مخصوص کمپانی اسپیس ایکس. خب دیگه ما هم برگشتیم پارکینگ، علی احتمالاً یه جایی این دور و بر منتظر منه، اینم تمام گروهه که با هم بودیم و سفر هیجان انگیز تا اینجاش با ناسا دیگه کارمون تمومه.